پشت پرده تردیدهای تهران و بیروت برای خونخواهی پرونده باز دو ترور بزرگ خاور میانه داستان تلفن که اسماعیل هنی و را به دام انداختند افشای ابعاد تازه از نفوذ موساد به شبکه مخابراتی جمهوری اسلامی و لبنان اسرائیل تا کجای محور موسوم به مقاومت نفوذ کرده ان الله به امید خدا پاسخ ما قوی، موثر و تاثیرگذار خواهد بود بین ما و آنها تنها چند شبان روز فاصل است تا در میدان نبرد ملاقاتشان کنیم. هجده شب و روز از این تهدید حسن نصرالله گذشته و در میدان بیرود بازی متفاوتی در جریان است. اسرائیل در چند هفته گذشته حملات متعددی به خاک لبنان کرد. سه حمله هوایی به زاقه مهمات حزب الله در دره در بغا و ترور رهبران محور موسوم به مقاومت در خاک لبنان. وقتی محمد محمود نجم یکی از نیروهای ارشد یگان موشکی حزب الله و اندکی پیشتر خلیل المقده برادر منیر المقده از رهبران جنبش فد و کتایب شهدای الاخصا کشته شدند همزمان دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش کرده در حمله اسرائیل به چهار مرکز نظامی و انبار سلاح متعلق به سپاه قدس در حومه شهرهای حمص و هما سه نیروی نیابتی جمهوری اسلامی کشته شدند به نظر میرسد برخلاف آنچه تهران و بیروت وعده داده بودند این اسرائیل است که حملات پیشدستانه را بیوقف دنبال میکنند ظاهرا جمهوری اسلامی و حزب الله پاسخ به ترور رهبران محور موسوم به مقاومت را به نتیجه مذاکرات آتش بس در غزه مکول کردند با این حال اطلاعاتی که به تازگی منتشر شده نشان میدهد عوامل دیگری در ایجاد تردید در خامنه و نصرالله نقش داشته یکی از مهمترینشان سطح نفوذ موساد با گذشت بیش از 23 روز هنوز ابعاد مهمی از ترور فاد و اسماعیل هنیه فاش نشده به تازگی روزنامه وال جورنال در گزارش مفصل به نقل از یک مقام حزب فاش کرد که ساعت 19 و 30 دقیقه نهم مرداد ماه فاد شکر مشاور ارشد نظامی نصرالله در اتاق کارش در طبقه دوم ساختمانی بود که هدف قرار گرفت این مقام حزب گفته لحظاتی پیش از حمله یک نفر در تماس تلفنی از فواد شکر خواست به طبقه هفتم برود جایی که در واقع خانه مسکونی شکر بود تنها لحظاتی بعد اسرائیل طبقه هفتم تا چهارم ساختمان را هدف قرار داد و در نتیجه شکر همسر و دو فرزندش کشته شد ساعتها طول کشید تا حزب الله رسما اعلام کند او کشته شده یک مقام این گروه شبه نظامی مورد حمایت تهران گفت جسد او به ساختمانی دیگر پرتاب شده بود حزب الله و جمهوری اسلامی مشغول تحقیق درباره چگونگی حک سیستم مخابراتی حزب الله هستند اما معتقدند اسرائیلی توانسته با تکنولوژی پیشرفته تر به عالی ترین سطح حزب الله نفوذ کند فواد در نزدیک به سه دهه گذشته زندگی مخفیانه ای داشته و به همین دلیل به کنایه او را روح می در تمام این سالها او برای حفظ امنیت خود ارتباطش را تنها با رهبرانی همسط نسل حفظ کرد به همین دلیل ممکن است پای نفوذ با هوش مصنوعی در میان باشد چون تنها صدای یکی از رهبران حزب الله می توانست را متقاعد کند که به طبقه هفتم برود حزب الله لبنان گزارش والستری جنرال را تکسیب کرد و گفت در جهت منافع اسرائیل است در ایران هم هنوز هیچ مقام رسمی جزئیات ترور اسماعیل هنیه را فاش نکرد هفته گذشته عبدالسلام پسر هنیه گفت پدرش از واتساپ استفاده می کرد و تا حدود سه ساعت قبل از ترور از طریق تلفن با اعضای خانوادهش در تماس بود دارم در ارتباط دائم با ما بود و در گروه های واتساپ خانواده با تلفنی با ما در ارتباط بود طوری که انگار در میان ما و مردم غزه بود و این به معنای اونه که عملیات امنیتی در هدف قرار دادن او پیچیده نبوده شنبه اسماعیل خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی گفت بر اساس اطلاعیه ها و گزارش سپاه پاسداران عوامل نفوذی نقشی در ترور هنیه نداشتند این مقام ارشد امنیتی با استناد به گزارش های سپاه به طور غیر مستقیم مسئولیت این حفره بزرگ را به دوش سازمان اطلاعات سپاه پاسداران گذاشته اما بر اساس همان اطلاعیه ها سپاه پاسداران احتمال شلیک موشک از خارج از مرزهای ایران را رد کرد بنابراین اگر آنطور که تهران ادعا می کند موساد این عملیات را از طریق نیروهای نفوذیش در سپاه انجام نداده باشد پس عوامل موساد توانستند از داخل ایران با لانچر یا پهپاد به ساختمان محل اقامت هنیه شلیک کنند همانطور که در سه سال گذشته عوامل سرویس جاسوسی اسرائیل در ایران همه کار کردند از ترور تا بازجویی از عوامل سپاه رهبران محور موسوم به مقاومت از خامنه ای گرفته تا حسن نصرالله بعد از ترور هر رهبر میدانیشان مدعی میشوند که نیروهای جایگزین به همان خوبی عمل خواهند کرد ادعایی اقراق شده خوب. که با مقایسه قاسم سلیمانی و اسماعیل قانی به راحتی میتوان ردش کرد بعضی دوستان تو دو خیابون ما رو میبینن میگن خب چی؟ چیکار میکنین؟ جواب به هر کدومشو میگیم یک کم دقت کن میرن دقت میکنن میفهمن چه خبره تجربه حضب فواد شک و اسماعیل هنیه و این سطح از نفوذ موساد در حزب الله و همینطور جولان عوامل سازمان جاسوسی اسرائیل در خاک ایران باعث شده دست و دل بیروت و تهران برای حمله به اسرائیل بلرزد با تر این سوال بعدش چه می شود و با این سطح نفوذ چه کاری مانده که اسرائیل نمیتواند تواند بکند احتمالا همین تردید هاست که باعث شده استراتژی تبلیغاتی نظام از انتقام سخت به ابهام استراتژیک برسد و خود خامنه ای از خونخواهی به عقب نشینی تاکتیکی مشتبه پول محسن لندن